خیابان‌ها و آدم‌های شهر سرگذشت‌های مختلفی دارند. قصه‌های مشترک و قصه‌های منحصر به فرد. و همونطور که خیابونا با اسم و نشونی و کار و کاسبی که درونشون هست قصه دار میشن، رهگذران این خیابونا یعنی مردم شهر هر کدوم با قصه پا به خیابون میذارن. جواد آقای دسپولی برای خرید کلید و پلیز آپارتمانش که بعد از نصب و راه اندازی با همسرش که دختر عموش هم هست زندگی تازه‌شون رو شروع کنند. زری خانم برای خرید سیسمونی نوه پسریش که به سلامتی آخرای این ماه به دنیا میاد. آقای جعفری برای تعویض لنت‌های ترمز ماشینش که دیروز خوب نگرفت و کوبید به ماشین جلویی و باعث آشناییش با خانم فرنود شد. خلاصه این که قصه های خیابونا و آدماش یه جورایی به هم وصل هستن، مثل خود خیابونا. و شاید ما هم روزی موقع گذر کردن از خیابونی وارد قصه آدمی بشیم که تا چند دقیقه پیش هرگز اونو ندیده بودیم و نمیشناختیم. ما هم توی اون قصه نصب بشیم، ما هم بخشی از اون قصه بشیم. اما اگه وارد شدین یادتون باشه چند صفحه یا چندین صفحه از قصه اون آدم به شما تعلق داره، مال شماست یا شما مال اون شدیم. و این ممکنه جای چیزهای زیادی رو در خیابان و در بین آدمهایی که در رفت آمدن عوض کنه، مثل نصب یک تابلوی دور زدن ممنوع که دیگه از فردا نمیشه و نمیتونیم جایی یا کسی رو دور بزنیم. باید راه مستقیم رو بریم.
عزیز بابا. الهی قربونش برم من. بابا چرا اخ کردی؟ باید قهرم، باز دیر اومدی. الهی قربونت برم. بابا جان یه بار دیر اومدم میگه یه بار کی میاد یه ذره تو که همیشه دیر میای یه بار شدین همه نگو اینجوری دیگه حالا ببخشید معذرت میخوام بله بیا بغل هم میخوایم بریم گشتش که سیر اولینو بگه الهی الهی حالت خوبه نقاشی کشیدی بله الهی فداش بشم یه پایین ببینم کمرم خورد شد بره خونه هم اینا بریم گشتته؟ خیلی برو بالا بودو ببینم بودو قربونش برم من اینجا ببینم با تو خوشگل کنم ببینم تو خب بابا خونه نیست اینجوری نکن استاد اسدی استاد سلام حامد جان شمایی حالت خوبه؟ من خوبم شما خوبی؟ استاد هر چیزی تماس میگیرم جواب نمیدین پیدا کردنتون سخت شده گرفتارم حامد جان گرفتارم برو بعدا صحبت میکنیم استاد میترسم ببین دیگه پیداتون نکنم کجا برم منم دستشویی دیگه تو ها یه لحظه این کتاباتون رو بدین من نگه میدارم کتاباتو ممنونم قبیه چند دقیقه وقت داری من با تو صحبت کنم جلسه امتحان بچه هاست دیرم شده بعدا با هم حرف میزنیم فقط یه کلمه بگین که این مقاله رو خوندین یا نه همین کدوم مقاله رو چی رو خوندم مقاله دیگه این که مشترک با هم نوشتیم آره مگه بهت نگفته بودم خوندم پس حله روش کار کردین؟ برو کتاب خونه بعد امتحانه بچه ها میام صحبت میکنه مرتضا من در خدمت شما به 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 عم چه عجب تشریف آوردیم دو ساعت دارم صدات میخوام یه کمک حالا اون میدم دیگه کار رو بگو اینا رو چرا خوردی؟ چی هرم؟ بابا خنگ خدا اینا رو می‌خواستم بریزم تو غذا من خود نمی‌دونستم برای غذا سوشم همین سلام خوشگل چه بویی داره میاد آقا من از صبح هیچ چی نخوردم تو رو خود به من غذا بده غذا برو نه چی برو با آهنگ تو گوش کن برو میزنم اخلاقی نکن دیگه شکوز با هم دعوا کردی بابا من نباشم همه تو سوء تغذیه میگیرین همش باید نیمرو بخورین بدبختو نظرت نکن قدرت نداره تو بزرگ ماهی با تجربه ماهی ببخش گذشت کن گذشت کن گذشت کن بابا اینو چی برداشته تو ماهی چی میگردیم روپ انار خیر سنم میخواستم برای تو فسنجون درست کنم فسنجون آینه هاشش این اون گردوها رو آسیاب کن ساش
بذار من ببینم. گردوها کو خوردی همه رو؟ خوردم. برم بیرون. خدا آقا مرتضا قربون قد و بالات، ستون این خونه، این روان نیست. شما بشینی کنجه اونو تاق این مرغ را تیکه تیکه کنی بندازی کنجه لپه. بابا ما ازش مگه چی بلدیم درست کنیم تو این خونه مرتضایی؟ به من چه؟ برید نیمرو بپزید. آقا مزاحم من نشید. آقا مرتضا ببین من همین الان میپرم میرم واسه گردو آلو میخرم. بیا بیرون. نخواستیم. نمیخوام. قاطی کرده دیگه، ول نمیکنه. به پبرشینو تو خمر بگی. من برم؟ تو لباس بیرون تنه ده. برو دیگه. ابله. آقا مرتضا ببین منم دیگه دارم قش میکنم. این بو مرغ داره دیوونم میکنه. اگر بلایی سر من بیاد خونه من گردن توه. مرتضی مرتضی این روز به هم رفت در واکن یه تکه این سینه به نکف دستم. خواهش دستت میکنم مرتضی. خیلی گشتم مرتضی. بابا رحم کن دیگه. خواهی تکه یه تکه گردم بده استخون بده مرتضی. سلام مرتضا من کلافه شدم. چی شده؟ این رفیقت تو همش در حال غیب شدنه. کی؟ اسدی دیگه. او من گرفتارم. بعد ببینم تکلیف این مقاله چی میشه. اوکی هستم نیستم. این دوباره ناپدید شد. خیلی خوب تو قطع کن برنامه خبرشون دارم. روزبه کجا بودی؟ رفتم تو خمار گرفتم دیگه. گفتم از تو چیزی نخوردم. بیا نو سلامت. بابا خیلی مشتی تو. بزرگوار گفتم که مرتضی جان درگیر حساس کشیم. آقا ما یه عباس آقایی داریم مشتی که یه فلوکس داره جادار. دارم میام سمت شما که وسیلاتو خودم ببرم. ماشین گرفتم اصلا نیازی نیست. نه یا آقای اسدی شما کلی به ما لطف داشتی. بالاخره ما باید جبران کنیم دیگه. اساسا رو بردی مرتضی جان. کاری ندارم قربونت. خب ببین آدرس خونه جدیدتو بده حداقل بیام کمکت کنم وسیله رو بچینیم. الو
الو بله خوجاصفان. الو مرتضی من خونم چی شد پیداش کردی؟ بابا حامد این بنده خدا خودش گرفتاره. بابا یعنی چی گرفتاره؟ من الان تازه منم پیچیدم. من اصلا چه اشتباهی کردم با این اسدی پروژه گرفتم ها؟ خب پایان نامم رو حواس دیگه، تا تکلیف مقالم مشخص نشه که نمیتونم برم سراغ تزم. حالا تو یه امروز رو صبر کن. چی رو صبر کن؟ بهش ببین برو از طرفم بهش بگو نه این که نیست. ببین من فردا میرم پیش الوند، همه چی رو بهش میگم. الان دقیقاً یه ماهه که مقاله من دستش. نری پیش دکتر الوند و چیزی بهش نگی و ممکنه کلاس‌ها رو از این بنده خدا اسدی بگیره. این الان تنها داره بگیر ازش. اصلا برای مهم نیست. بهش بگو میرم شکایت میکنم. بهش بگو این میاد هوچیگری میکنه. بگو اصلا دیوونه شده. بگو اعصابش به هم ریخته. بگو دیگه تعادل مرتضی روزبه آقا سلام. سلام بفهمید شما عمو صمد داریم اینجا؟ آره داریم. کجا میتونم پیداش کنم؟ اتاقش اونجا سر گاراژ. دم شما گرم. پای نداریم. خدا حافظ. تو اینجا چی کار میکنی؟ هرزینی؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ بالاخره گیرتون انداختم آقای اسدی. تو واقعا باید کارفا میشه. یه رفیق مشترک که اسمشو نمیدونم گفت اینجا پیدا کنم. من تو فقط یه رفیق مشترک داریم که باعث دوستیمونم شد. اون بهت گفته دیگه. اینجا چی کار میکنی؟ مشکوک میزنی ها. اون رفیق مشترک نکن اینجا چی کار دارم؟ نه والا حرفی نزدن. یه کار تحقیقاتی دارم برای هم میمادم. مقاله همخونه منو بل کردی اومدی اینجا کار تحقیقاتی؟ ببین واقعا نگران نباش. فایل نامه رو دادم دست دکتر الوند. اون داره مطالعه میکنه. شده تایید. ولی حامد روزی 100 بار رو من تلفن میکنه. 101 بار پیامک میزنه. خب بنده خدا میخواد زودتر برسه به پایان نامش دیگه. دست درد نکنه تا بعد. کجا آقا اسدی؟ آقا اسدی کجا؟ والله حقیقت مرتضی جان من خونه رو تحویل دادم، هنوز خونه جدید پیدا نکردم. یه دو سه شبی میرفتم هتل، اما تای این کوچه مسافرخونه است، گفتم اینجا بهتره، به محل تحقیقاتم هم نزدیکتره. اتفاقا این رفیق مشترک ما به من اشاره کرد که شما هنوز منزل جدیدتون رو نگرفتید. واسه همین می‌خواستم خواهش کنم تشریف بیارین خونه ما. نه قربونت داداش، ممنونم، لطف داری. آقا اسدی چرا تعارف می‌کنی؟ شما خیلی به من لطف داشتی. به هر حال من باید جبران کنم دیگه. بعدشم من شما رو بسپارم به این حامه، دست از سر من برداره، انقدر غر نزنه. اولا من کاری نکردم، وظیفه بوده. بعدشم فقط تو رو معرفی کردم برای کار پیش یکی از دوستام. همین. آقا شما خیلی هم به من لطف داشتی، ممنونم ازت. امشب هم مهمون مایی، تمام. حرف نباشه، بریم سوارش. بریم بابا. آخه من الان آقا آخه نداره. بیام بیا دکتر جون، بیا تعارف نکن. ممنونم، خوش اومدی. یه دیگه نباید میمادم اینجا. اونجا به محل تحقیقاتم هم نزدیکتر بود. بابا اصلا درسته من مزاحم دوستان بشم.
بابا تو چرا اینقدر تعارف میکنی اسدی جان؟ دوستای من دارن درس میخونن، فردا امتحان دارن. بیاریم تو اتاق من، بیاریم. ببین فقط بهشون بگو سرشون به درسشون گرم باشن. اصلا فکر من رو نکنن. شب میخوام، صبحم آروم بلند میشم. آقا بریم اون با من حله، برو. سلام آقای اسدی. سلام، مزاحم درس خوندنتون شدم، ببخشید. ادامه بدین. بفرمایید، بفرمایید، خواهش می‌کنم. ببخشید. این بچه اینجا رو میگم، کلا خوب کار شده. من اینو دادم ترجمه کردم. این اولی مقاله منه. امرا با استاد اسدی نازنی. که مدرکم رو بگیرم، پریدم. اون ور آبنو با مدرک اقتصاد خیلی میخوام. دقیقا کجا میخونه؟ اون ور آبا. ببخشید استاد اسدی، شما با استاد اسدی فوتبالیست نسبت داری؟ من منصور اسدی هستم. شاگرد ها میگن استاد اسدی، حالا به نظر باید نسبتی داشته باشم؟ کال مغز فکر نمی کنه دیگه، استاد هم میتونی دهنش رو باز میکنه. من فعلا تیه‌ام. تیه چی هست؟ هیچی استاد، اینجا باید زیر دیپلم یا حتی زیر سیکل صحبت کنی که استاد بفهمه. استاد حل تمرین. ایشون بهترین دانشجوی دانشگاه، دوباره پیشم دفاع کرد. دستیار خیلی نزدیک دکتر الونده، هم پروژه ها رو زیر نظر داره، هم کلاس ها رو اداره میکنه. ببخشید لوتون دادم. قربونت برم. البته اگه خدا بخواد این مقاله چاپ بشه، قراره به عنوان هیئت علمی هم جذب دانشگاه بشم. سلامتی. آره ایشالله. گرایش تیم چی هست؟ من که حقوق خوندم، گرایش هم حقوق اقتصادیه. مرتضی جان زحمت کشید، حامد معرفی کرد، قرار شد روی همین مقاله بین‌رشته‌ای کار کنیم. باعث افتخار من شد استاد. نه بابا، اختیار دارید حامد جان، واقعا بچه باسوادیه. چی استاد، همین حامد؟ مگه حامل دیگه ای هم داریم؟ استاد تو این خونه حسادت میداد میکنه. نه بابا، واقعا بچه با سوادی، اهل قلم، نگاه خیلی خوبی به موضوع داره. احسن احسن. این آقا حامد ما در زمینه مشاور اقتصادی بسیار حرفه‌ایه. مملکتی رو بدبخت کرده. البته شاید در زمینه مقاله نویسی حرفه‌ای باشه که اونم شک دارم. من واقعا حامد رو اذیت کردم. نه فرمایید استاد، نه طرف سرگردون شد به خاطر نه استاد، من ارادتم خدمت شما عرض کردم دیگه. بالاخره هر کاری هم سختی های خودشو داره. استاد یه عکس به یادگار بگیریم. برگردین لطفاً، برگردین لطفاً، برگردین. خب یه لبخند بزنین. مثلا دیده میشه؟ بله. یک دو سه. قشنگه. عالی. من و استاد اسدی یهویی منزل شخصی. سلام بابایی، حالت چطوره؟ ببخشید منو معذرت. حالت خوبه بابا؟ کجایی؟ الهی قربونت برم، گریه نکن بابا جان. مرتضی صدا به چشم بود؟ آره زن و بچه داره. طلاق گرفته؟ نه اولا به ما ربطی نداره، دوه من چه میدونم داری از من میپرسی؟ خب فکر کنم درگیره طلاقه. آخه به چشمی گفت تنهاست. خب یعنی مادر بالا سر این بچه نی؟ حالا درگیر طلاقم باشه خیلی چیز عجیبی نیست که. الان آمار طلاق از ازدواج زده بالا، یعنی ما پنج تا اگه همین فردا هر پنج تا مون رو ازدواج کنیم، پس فردا سه تامون طلاق گرفته. واقعا؟ خوبه دیگه، فکر کنم من و مرتضی میریم جزو اون دو نفر، شما سه تا میرین جزو دسته طلاقی ها. تو خوبی، اون رزومه درخشان داشت. بلاغ مرتضی یه سوال، شما چرا استاد اسدیو از دانشگاه اوورده اینجا آن نزاشتی بره پیش بچهش؟ از دانشگاه نایه بردمش. چای؟ من میخوام.
قربونت برم بابا. پس از کجا آوردیش؟ از یه گاراژ تو میدون شوش. اونجا چی کار میکرد؟ کار تحقیقاتی میکرد. باش فردا میام میگه. قول میدم فقط پسر خاله من اذیت نکنی یا مراقب خودت باش. یه بوس بده به بابا ببینم. آبا ماشاءالله. برو بخواب. دوست دارم. خداحافظ. الو صابری جان سلام مخلصم. برو آقا چی شد؟ بابا من در به در دنبال یه زن میگردم. اصلا فرقی نمیکنه 30 ساله 40 ساله 50 ساله فقط یه زن باشه سالم. فقط سالم بودنش مهم. چه؟ بله؟ چه ای؟ نه قربونت ممنونم. آره ببخشو من بعد موقع مزاحم شدم. الهی قربونت برم ممنونتم. جمشید جمشید دیدین گفتم زن چه طلاق داده؟ تو باز استراغ سم کردی. اه من چی آدمی هم؟ بله خیلی اتفاقی شنیدم داشت میگفتش که میخواد زن بسونه آبچهش تنهاست برحال نیاز داره دیگه حتما. مرتضا خب این درگیر طلاق دیگه همینجوری قیبش میزنه نابدی میشه. من خبر ندارم آقا مرد رفاقتمون انقدر نزدیک نیست. خواه یک زن میخواد خب زنم براش میگیری. تو فهمیدی چه مدل زنی دوست داره؟ من که گوش نمی کردم ولی میگفت براش فرق نمی کنه 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 تفاق پونچی رسیده دیگه براش فرق نمی کنه. خود ویرانگری همینه دیگه از خود بیگانگی معنا باخته ای. خار عباس آقا رو براش بگیریم. آره آقا نمیخواد شما برای کسی زن بگیرید. فکر شام باشین آبرومو نره. شامه شب با منه. نخواه لاکان درباره خانم طلو زحمت کشیدن آبرادون چلو مرغ پختن اونم چه چلو مرغی چلو مرغ ویژه سراش فرست. به 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 بفرمان ببخشید کمی یک کاستی که ببخشید. عالی دست نشد نخواه خیلی دوست نه 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 من همین هم بودم قول بودم فردای تو دوش. آقا یه ذره برای من بیرش میکشی آقا ببخشید حسد سلاده آخان دست درد میگه همه حسد اصدی شما اون گلی که به ایران زدی چطور گلی بود؟ چه احساسی رو منتقل کرد؟ مثلا چطوری همون یه بار هم کلا زده بود نه؟ آیه تو کرده بید یار ما نیا فقط گیاه و اینا بود چه گیاه ها بود؟ من سالم تنی بود سوارتش ها چنده؟ جست امرو بنده Thank you.
سلی چیزی شده؟ شرمنده بیدارت کردم. ببخش داره خدا. باید برم. اتفاقی افتاده میخوای باید بیا؟ نه 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 نه. واقعا شرمنده باید تو رو بیدار کردم. صابراتون کردم. تاکسی گرفتم. بعد سری برم. میبینم. ای بابا. سر چی گوشه استاد اسدی زنگ خورد؟ آره تو هم بیدار شدی؟ آره چرا رفت؟ نمیدونم ساعت چنده؟ نصف شبه گلوم خوش شدی یه چی که آب بخورم شما موبایل تو دکمه سایلنت نداره؟ خفه کنی اون لعنتیو گوشی ما نبود که مال استاد اسدی بود منم با صدای همین از خواب پریدم خب پس استاد کجا سر؟ فکر کنم یه مشکلی براش پیش اومد رفت وا این وقت شب؟ با چون نرفتیم دنبالش؟ نمیدونم گفت ماشین گرفتم ترسیدم اصرار کنم ناراحت شه صبح هم یه عالمه فضولی کردم پیداش کردم نمیدونم من بودم رفتم دنبالشم راست میگی ها استاد اسدی رفت شب توفانی